اگر برای برخی از جریانها عناوینی مانند براندازی یا آشتی شعارهایی برای گذراندن دوره های مختلف فعالیت سیاسیشان هست، افتخار میکنم که در هر یک از دو مرحله فعالیتم طی 5 سال گذشته به تمام لوازم ادعاهایم پایبند بودم. وقتی تغییر دولتی که ناشی از تقلب و کودتا بود را ضروری میدانستم، تمام امکانات خود را برای دعوت به این هدف بسیج کردم. و اکنون که خطر تجزیه و فروپاشی را احساس کرده و به ضرورت آشتی ملی از طریق بازسازی اقتصادی رسیدم، نیز به لوازم آن پایبندم و چنان که در کنفرانس مطبوعاتی 1 ماه پیش اعلام کردم، تمام فعالیت‌های خود را در چارچوب قوانین کشور قرار می‌دهم. کمتر از 3 سال پیش تلویزیون رها تأسیس شد و تمام امکانات لازم را در اختیارش گذاشتم تا بدون تکیه بر هیچ سرمایه خارجی دولتی یا خصوصی و هیچ سازمان سیاسی، نمونه‌ای کاملا ایرانی برای فعالیت مستقل و آزاد رسانه‌ای در حوزه خبر و تحلیل باشد. اینجا می‌خواهم از همه کسانی که از آغاز تأسیس تلویزیون رها تا کنون در همه بخش‌های محتوایی، تولیدی و فنی توانستند 3000 ساعت برنامه را به ملت ایران تقدیم کنند، صمیمانه سپاسگزاری کنم. اکنون با توجه بازگشتم به ایران در تاریخ اعلام شده و تصمیم برای التزام به فعالیت در چارچوب قوانین، توقف فعالیت این رسانه را در آخر سال جاری میلادی اعلام می‌کنم و امیدوارم این اقدام پایانی برای شروع دوباره باشد و این رسانه بتواند در دوره شکوفایی و آبادانی کشورمان در چارچوب قانون آغاز به کار کند.